فرزندمون، برای محبتش و فیضش که شامل همه ما شده. خب مدتی از داریم میپردازیم به ریشه بدی و امروز درباره ثروت میخواییم صحبت کنیم. همین که درباره ثروت صحبت میشه، ناخودآگاه میریم به دنبال اون انشاهای تکراری که در دوران مدرسه داشتیم. علم بهتر است یا ثروت؟ تصور بر این هست که در اون زمان اکثر دانش آموزان علم رو بهتر می دانستن، چرا که توی انشاهاشون این گونه می نوشتیم که علم بهتر است، به خاطر اینکه این تنها جوابی بود که اون معلم انتظار داشت ما بدیم تا نمره هرم بگیریم. اما هرچقدر بزرگتر شدیم به تجربه یافتیم که ثروت که به معنای درست یعنی دارایی، توانگری، امکانات زندگی، حال در چر چارچوبی که میخواد باشه، نقدینه باشه، پول باشه، سهام باشه و یا به عنوان دارایی املاک و ماشینا، همه لازمه زندگی بشر، به همان اندازه‌ای که علم ضرورت داره و لازم هست، ثروت نیز در مسیر زندگیمون میتونه به ما سلامتی و آرامش و امنیت هم بده. شاعری با یک تقریبا طنز شاعرانه اینگونه میگه، میگه علم یا ثروت بهتر است؟ این سوال در هر زمان مطرح است. موضوع انشای من و تو هم بوده است. خب ببینیم پاسخها چه بوده است. یک معلم پاسخش این بوده است: درس معلومه که از ثروت بهتر است. پاسخ معلم دیگر این بوده است: خب معلوم است که ثروت بهتر هستش. چندی پیش یک مقاله کوچیکی از یک معلمی به عنوان اعتراض در یکی از روزنامه‌های ایران به چاپ رسید، نمیدونم دیدید یا نه، که معلم اعلام میکنه بعد از 20 چند سال معلمی و تعلیم دادن که علم بهتر هست، نهایتاً به این نتیجه رسیده که ثروت بهتر هست و پوزش میخواد از تمام دانش آموزاش و به اونها اعلام میکنه که تو این سالها بیهوده اعلام کردم علم بهتره، چرا که من هر روزه به دنبال پول میرم تا بتونم امور زندگیمو بگذرونم و مسلماً معلم خوبی برای شماها نخواهم بود، پس علم خوبی رو برای شما ندارم. پاسخ معلم دیگر این بوده است: خب معلوم است ثروت بهتر است. یک پدر در این چنین پاسخ داده است: برای مادر ثروت البته از علم بهتر است. پاسخ مادر ولی این بوده است: برای پدر هیچ کدام، خرج نکردن بهتر است. پاسخ هر چهار قشر آخر مبهم است: پاسخ فرزند به نظر شما چه بوده است؟ اندیشمندی اعلام میکنه: اگر ما همه یک جور فکر میکردیم، در واقع فکر نمیکردیم. مسلماً افکار هر کدوم ما به نوعی هست و نویسنده اعلام میکنه وقتی مسئله پول پیش میاد همه از یک کیش و آیین هستیم و به نوعی طالب هستیم. همین که درباره پول و ثروت صحبت میشه، مسلماً همه ما انگیزه های نسبت به نیازهای خودمون رو میبینیم. ثروت برای ایجاد یک زندگی خوب و هدفمند میتواند مفید باشه، به طوری که برای به دست آوردن آن حتما باید تلاش بشه. از آنجایی که در کتاب مقدس سلیمان رو به عنوان یک شخص حکیم معرفی میکنن و سلیمان همچنین یک شخص ثروتمندم هست، صلاح دیدم که از آنچه که به عنوان آثار سلیمان هست استفاده کنیم، از دانش و نیز از آنچه را که یافته، و تشویقتون میکنم لطفاً کتاب‌های سلیمان رو نیز بخونید: امثال، جامع، غزل‌ها. البته آثارش در کتاب مزامیر هم نیز یافت میشه که میتونه کمک به زندگی سالم ما بکنه. در کتاب جامع 10:18-19 سعی کردم بیشتر از کتاب شریف استفاده کنم، بهتر باز میکنه. اعلام میکنه:
در اثر تنبلی سقف خانه چکه میکنند و فرو میریزد. اشاره به این میکنه که اگر کاری نباشه حتی نمیتونیم اون نیازهای ما که امنیت رو ایجاد میکند رو داشته باشیم. بر اثر تنبلی سقف خانه چکه میکند و فرو میریزد. جشن خوشی میآورد و شراب سرمستی، اما بدون پول هیچ کدام را نمیتوان داشته باشیم. پس سلیمان روی تجربه و دانشش نیز به ثروت داره نیز مهر تایید میزنه. نویسنده باز اعلام میکنه پول نمیتواند خوشحالی را بخرد، اما تنگ دستی هم این توانایی را ندارد. نویسنده باز اشاره به ثروتی میکند که هدفمند هست، یعنی ثروتی که بتونه در مسیر سازندگی، خوشی، آرامش، امنیت و راهی به غیر از آن را برای دیگران با واژه تنبلی مورد توبیخ قرار میده. باز در امثال 11:16 میخونیم، اعلام میکنه مردمان تنبل هرگز پول نخواهند داشت، اما مردمان پرتلاش ثروتمند خواهند شد. و ثروت هدفمند در پی خوشی و آرامش، امنیت و امکانات و سلامتی رو نه تنها برای خود و خانواده میتونه داشته باشه، بلکه دیگران رو در این مسیر میتونه دستگیری کنه. پس تا به اینجا کلام خداوند مخالف هیچ نوع ثروتی که بتونه هدفمند باشه نیستش تا بتونه این شادی و این قوت رو بده. باز در امثال 11:24-25 میخونیم، اعلام میکنه برخی از مردم پول خود را سخاوتمندانه خرج میکنند، ولی دارایی آنها بیشتر میشود. برخی خیلی خسیس هستند و هر روز فقیرتر میشوند. سخاوتمند باش تا کامیاب شوی. پس میتونه ثروت من اونقدر مفید باشه که در مسیر درست قدم برداره. کسی که دیگران را سیراب میکند خودش هم نیز سیراب خواهد شد. هنری فورد نیز اعلام میکنه پول مثل دست یا پاست، یا از آن استفاده کن یا از دستش بده. پس وقتی پولی میاد مسلما انتظاری هم هستش که بتونه در یک مسیر خوب نیز از اون استفاده کنه. آیا مطابق آنچه را که سلیمان پادشاه و یا کلام خداوند شنیدیم میتوانیم نتیجه بگیریم پس ثروت از علم بهتر است؟ خیر، کلام خداوند هر دوی آنان را فقط در مسیر هدفمندی به ما پیشنهاد میکنه که میتونه مفید باشه. باز از کتاب امثال براتون میخونم، اعلام میکنه 10:13-15 مردم فهمیده از روی شعور حرف میزنن، یعنی روی حکمتشون، روی علمی که یافتن، ولی مردم نادان باید تنبیه شوند، یعنی به نوعی توبیخ شوند. مردم حکیم همیشه به دنبال کسب علم و دانش هستند، اما سخنان مردمان نادان، یعنی مردمانی که بی هدف هستند، حتی برای کسب علم هدف درستی ندارند، موجب هلاکت است. اموال دولتمندان ایشان را محافظت می کند، اما تهی دستی فقیران سبب نابودی آنان خواهد شد. بنابراین به نوعی سلیمان داره میگه نه فقر و نه بی‌علمی، نه بیکاری و بی‌توجهی، و نه به دنبال این باشیم که در موقعیتی قرار بدیم که به هیچ وجه نگرش درستی روی علم نداشته باشیم. و در اصل کلام خداوند یک اعتدال بین علم و ثروت رو داره به ما تعلیم میده. باز نویسنده اعلام میکنه نه پول را خیلی عزیز بدانید و نه بی ارزش. پول خدمتگزار خوبی هست، ولی رئیس بسیار بدی میتونه باشه. و از طرفی کلام خداوند ما رو در توانایی اموال ثروت به نظم تشویق میکنه. هر کجا که کلام خداوند مشوق ما هست نسبت به هر موضوعی در زندگیمون، اتوبان نظم رو برای ما گذاشته، اتوبانی که توی زندگی ما چه در رابطه با شخص خودم، چه در رابطه با خانواده و چه در رابطه با خدمت من توی جامعه
خداوند از ما نظم رو میخواد. متاسفانه کلیساهای پنتیکاستی که خود ما هم هستیم، پنتیکاستی نه پروتستان، کلیساهای پروتستان که خود ما نیز به عنوان کلیساهای پروتستان هستیم، اون نظم و اون مقررات درست رو که در کلیساهای سنتی هست در کلیساهای ما نیست. و علتش این هست، وقتی که ما در کلیسا تعلیم میدیم، ما اهل اون شریعت مذهب نیستیم، تصور بر این میره که پس ما میتونیم بی انضباط هم باشیم، بی نظم هم باشیم، بی برنامه هم باشیم، بی مسئولیت هم باشیم. لذا هرگز هرگز خداوند در مسیر موقعیت درآمد و کسب علم و دانش نمیخواد که ما بی برنامه و بی نظم باشیم. پس لازم هست برای اینکه ثروتمندم بشیم و این ثروت ما در مسیر درست قرار بگیره، اون رو بیاموزیم. کلاس های بسیاری هست، حتی خیلی از عزیزان در جمع شما هستن که این آگاهی و این اطلاعات رو دارن و حتی کلاس هایی رفتن که چگونه بتونن شرایط مالی خودشون رو خوب کنن. و وقتی که اینو یاد گرفتن از من خواستن میشه کلاسی بذارید من این صحبت ها رو بکنم، چون دارم میبینم که خیلی از عزیزان ما با درآمدهای بالا نگذشته از این که نمیتوانن ده یک بدن و کمک بکنن، بلکه مدام کم میارن و این کلاس ها بسیار هست، حتی روی اینترنت هم شما میتونید برید اینها رو یافت کنید و چیزی نیستش که دور از کلام خدا باشه وقتی که به ما یک هدف درست رو میده. باز در امثال 28 20 میخونیم، اعلام میکنه اشخاص درستکار کامیاب میشوند، یعنی مسیر درست در رابطه با ثروت اندوزی، ولی کسانی که برای ثروتمند شدن عجله میکنن بی سزا نمیمانند. و امیدوارم به کسی بر نخوره، به طور خاص ماهایی که از ایران اومدیم شاید با چنین انگیزه هایی هم اومدیم، به خاطر شرایط بد اقتصادی که در ایران هست و عدم مدیریت مسئولین ما در کشور ایران، میبینیم که اختلاف طبقاتی بسیار شده. حتی بین دوتا برادر، برادری سالها پیش شرایط ایجاد میشه میره ژاپن، وقتی میره ژاپن پول آنچنانی میاره، یه خونه میخره، دوتا ماشین میخره، بعد از چند سال همه اینا چند برابر میشه. میبینیم از نظر شرایط مالی بین دوتا برادر چقدر اختلاف هست. حالا این برادر میخواد حرکتی رو انجام بده، میبینه همیشه در برابر اون یکی برادر چه احساس بدی داره، که مسلماً بین ایرانی ها این مرام خوب هست که دستای همدیگر رو میگیرن، برادران دستای همدیگر رو میگیرن در ایران. اما اگه چنین اتفاقی نیفته، توی خود فامیل، بین خیشان، بین دوستان، ما میبینیم چه تبعیضی هست. و به خاطر همین خیلی از ایرانی ها حتی مهاجرت کردن، چون دیدن شرایط مناسبی در ایران نیستش که بتونن زندگی نرمالی داشته باشن. ولی وقتی که اومدن اینجا، که امیدوارم جزء اقلیت باشن اون افراد ایرانی، اینجا نیز فقط در صدد این هستن که بتوانن یک خودنمایی کنن، بتونن یه بیزینس خوب داشته باشن که بسیار خوبه، خونه خوب داشته باشن بسیار خوبه، محبوبیت خوبی داشته باشن بسیار خوبه. اما اگر فقط در این هدف باشن که بخوان پوز اونایی که اونور هستن بزنن، اینجا آسیب میخونن و عجله دارن، سریع میخوان، سریع. حتی بعضی آمودن سوء تفاهم نشه، حتی میان تو کلیسا، ما میدونیم که مشکل اقامت هم دارن، میشه من سریع اقامت بگیرم، من میخوام سریع یه مغازه بخرم، سریع میخوام پمپ بنزینامو بخرم، من سریع میخوام ازدواج کنم، سریع همش سریع، تون 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 تون. دنیای ما دنیای فست هستش، حتی این امنیت و آرامش از کلیسای مسیح گرفتن و فقط میخوان تون 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 کارا رو انجام بدن. ولی کلام خدا میگه این عجله رو نکن. نمیدونید چقدرشو که اینقدر با رنج و عذاب به دست میاری توی کشور غریب با این همه فشار، چه مقدارشو میتونی واقعا حفظ کنی. کلام خداوند ما رو تشویق میکنه تا آنجایی که میتوانید نه قرض بگیرید و نه قرض بدید. امروز بسیار از کلام خدا میخونیم، چون میخوام یاد بگیریم چگونه مطابق کلام خداوند نگاهی داشته باشیم روی ثروت، روی دارایی،
شاید تعجب بکنیم چرا کلام خدا میگه نباید قرض بدیم، نباید قرض بگیریم. کلام خداوند ما رو تشویق میکنه که بخشنده باشیم. اگه میخوای قرض بدی بخشنده باش، و اگر میخوای قرضی رو بگیری بدون از چه کسی میگیری که منتی برای تو نباشه. اگر نتونستی بدی مبادا آسیب روحی و روانی نیز بخوری. کلیسای خود ما به مدیریت خود من، بارها من چنین اشتباهی رو کردم و به خاطر این اشتباه هم توبه کردم. ما صندوق نیازمندان رو گذاشتیم، گفتیم هر کس که نیازی داره، حالا چه در ایران بود برای پناهندگان در دنیا و چه عزیزانی که گاهی اینجا نیازی داشتن، طبیعی هستش، خود منم چنین اتفاقی برام میتونسته افتاده باشه. ولی زمانی که ما از صندوق نیازمندان پولی رو برداشتیم که اونجا پر نشد، کسی پرش نکرد. بنابراین به اشتباه که نه مطابق کلام خدا بود و نه قانون درست بود، ما اومدیم قرض دادیم. خیلی از عزیزان بودن وقتی قرض گرفتن حقیقتاً برگردوندن، سپاسگزارم ازشون. ولی خیلی هم بودن که مبالغی که حقیقتاً مبالغ بالایی بود و قابل توجه بود، متاسفانه اینا رو بر نگردوندن و آسیب به رویاهای کلیسا زدن و رفتن. وقتی نمیتونن بدن، خب میرن دیگه، خجالت میکشه یا دلایل خودش داره. یکیشون شنیدم به من گفته بود، پیغام داده بود که این ده یکم بود که من برداشتم رفتم. از این کارام با خدا میکنن نه با کلیسا. پس کلیسا نیز، حتی کلیسا نمیتونه قرض بده. این رو میگم که بدونیم توی بدن مسیح هستیم، مبادا چنین انتظارهایی ما از کلیسای مسیح، نه قانونن ما میتونیم و نه اینکه بخوایم روی دلسوزی انجام بدیم. در کتاب امثال 22:7 میگه فقیر اسیر ثروتمند است و کسی که قرض میگیرد غلام قرض دهنده هستش. و به نوعی هم توی آمریکا همه ما از کردیدا بدهکار به کردیدا هستیم. نم شما هستید یا نه من هستم. بقیه روتون نمیشه دستتون بره بالا، نه؟ وضعاتون خیلی خوبه و به کلیسا کمک کنید اونا که وضعاتشون خوبه. بله، به نوع همه ما رو قرض گیرنده کردن. بازم عرض میکنم تعادل کتاب مقدس در رابطه با ثروت فقط برای احتیاجات و نیازها و لذت و خوشی و سلامتی و امنیت در این دنیا هست. یعنی هیچ اشکال نداره که ما ثروتمند بشیم، از زندگیمون لذت ببریم، ثروتمند بشیم، اون چیزی که دوست داری داشته باشی، ولی در مسیر درست، در یک هدفمندی درست ما بتونیم این قدم ها رو برداریم. خداوند ما رو نیافریده که ما ناخوش باشیم. باز در امثال 14:4 اعلام میکنه ثروت در هنگام مرگ هیچ فایده‌ای برای تو ندارد، ولی درستکاری موجب رستگاری تو خواهد شد. هم لذت در این دنیا و هم میتونی یک حساب خوب بانکی توی آسمان داشته باشه. شاعر نیز اعلام میکنه ای بشر از چه گمان کردی که دنیا مال توست، ورنه پنداری که هر ساعت اجل دنبال توست. هر چه خوردی مال و مور، و هر چه هستی مال گور، هر چه داری مال وارث، هر چه کردی مال توست. از اون ثروتی که ما به دست میاریم اگر بتوانیم دلی رو خوش کنیم، مسلم بدونیم که توی یک جایگاه درستی هستیم. باز در امثال 11:14 اعلام میکنه ثروت در هنگام مرگ هیچ فایده‌ای برای تو ندارد، ولی درستگاری موجب رستگاری تو خواهد شد. اینو دوبار خوندم که توی ذهن ما بمونه که پول در مسیر رفتار درست ما میتونه جوابی باشه که کلام خدا میگه. کلام خداوند به ما هوشیاری میدهد که مبادا پول ارباب ما و یا خدای ما باشد. امثال، نویسنده امثال 18:10-11 اعلام میکنه نام خداوند قلعه ایست مستحکم که شخص درستکار به آن پناه میبرد و در امان میماند. اما پناهگاه ثروتمندان ثروتشان هست که گمان میکنند آنها را حفظ میکنه و نمیتونه همه جا جواب باشه. نمیدونم، این احتمال میدم این
مطلب رو چارلی چاپین گفته که اعلام میکنه با پول میتوان خانه خرید ولی آشیانه نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، مقام خرید ولی احترام نه، چیزایی که نیاز ما هستش، کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی درمان نه، قلب خرید ولی عشق خیر. و کلام خداوند ما رو نسبت به درآمد و کاری که بیش از اندازه خسته میکنه و مریضمون میکنه ما نمیشه. میدونم اومدیم اینجا نیازهایی داریم. خدا رو شکر برای غیرت شما عزیزان. خیلی از شما عزیزان هستید که اگر یک شنبه کار کنید شاید درآمد بیشتر از وسط هفته رو داشته باشید. پس یه دست برای خودتون و برای کنار دستتون بزنید که اجازه دادید در حضور خدا استراحت کنید. کلام خداوند نمیخواد ما فکرمون خسته بشه. جسم همیشه خسته میشه. حتی این صحبت کردن من کمک میکنه که به من جسمم خسته بشه. ولی اگر باعث بشه روح هم خسته بشه، این کار منم کار خوبی نیست. و خدا نمیخواد که ما احساسات و فکرمون تحت فشار قرار بگیره. از این رو هستش که این گونه ما رو تعلیم میده. در امثال 23 4 و 5 نیز اعلام میکنه عاقل باش و برای کسب ثروت خود را خسته نکن. باز فکرتو خسته نکن، زیرا ثروت پایدار نیست و مانند عقاب میپرد و ناپدید خواهد شد و نمیتونه اون موقعیت خوب رو به ما بده. باز اندیشمندی اعلام میکنه جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از این هاست که ما فکر میکنیم. سهم خودمون رو انجام میدیم برای کار زندگی، ولی اجازه بده خدا هم سهمش رو انجام بده، چون خدا به من و تو وعده داده که ما رو برکت خواهد داد. درسته که برکت معنیش همون نجاتی که من و شما دریافت کردیم، ولی کلام خدا ما این وعده رو داده که نیاز ما رو میدونه، ما چه نیازی داریم. همون گونه که عیسی مسیح اعلام میکنه که اگر گلهای سوسن، که اگر پرندگان به لطف خدا زیبا هستن و خوراکی رو میخورن، چقدر ما بیشتر که فرزندان خدا هستیم. پس نباید سخت بگیریم، میباید نسبت به درآمدمون حتی اجازه بدیم که اراده خدا بر اون حاکم بشه، بر حسب اراده خدا عمل کنیم تا مبادا خسته خاطر بشیم. شخصی همین که وارد یه بیلدینگ ساختمونی میشه، میره به سمت آسانسور، میره بالاش نوشته ظرفیت 12 نفر، بعد نگاه میکنه میگه حالا من چجوری برم اون 11 نفر بقیه رو پیدا کنم؟ ارو پله میره، بالاخره بگذریم ازش. ما خیلی موقع هستش که این گونه عمل میکنیم نسبت به درآمدمون و فکرهایی که باعث خستگی روح ما خواهد شد. کلام خداوند ما رو من میکنه که حسادت دلیل ثروت ما نباشه. در امثال 14:30 میخونیم که اعلام میکنه آرامش فکری به بدن سلامتی میبخشد، ولی حسادت استخوان را میپوشد. یه اطلاعات خیلی کمی درباره طب سوزنی دارم. طب سوزنی گذشته از این که به درمان مریض میپردازه، یه نگاهی داره به شرایط روانی او و معمولاً برای درمان قسمتی از اون بدن از نظر روانی اون رو بررسی میکنه، به این نوع که اگر شخص حسود هست میتونه، اینو برفرض میگم، لطفاً نگید حالا کشی رستونه، برفرض میتونه به کبدش آسیب بزنه. همچون مانند دروغ، میدونیم که کسی که دروغ میگه به بیش از 30 نقطه بدن خودش آسیب میزنه و دستگاه دروغ سنج اولین دستگاهی بود که نسبت به اون احساسات روانی انسان سالها، نمیدونم چند سال، خیلی وقته دستگاه دروغ سنج اختراع شده. ما هر عملی رو انجام میدیم که به خاطرش آفریده نشدیم و تحت اراده خدا نبوده، در وجود ما واکنش بد نشون میده و همون میتونه به ما آسیب برسونه. پس حسادت هم میتونه به بدنهای ما آسیب برسونه. ما نمیتونیم بر اساس اینکه
میخوایم رقابت بکنیم؟ یا برادرم، یا دوستانم، یا هموطنانم امروز شرایط مالی بهتری دارن و بگم اینم انگیزه خوبی میتونه باشه برای من که من بتونم در این رابطه موقعیت خوبی رو داشته باشم. باز در امثال 17:1 براتون میخونم، اعلام میکنه خوردن نان خشک در آرامش بهتر است از خوردن خوراک رنگین در خانه‌ای که در اون جنگ و دعوا هستش. کلام خداوند ما رو من میکنه. کاری که داریم میکنیم میباید مشخص بشه. 8 ساعت کار میکنی کار خوبی انجام میدی، 6 ساعت کار خوبی، 10 ساعت کار میکنی کار خوبی انجام میدی، چون 2 ساعتی که برای استراحت خودت و همسرت و بچه‌هات بود و دزدیدی ازش. میدونم سخت هست شرایط، به طور خاص عزیزانی که الان به عنوان مهاجر اومدیم خواهش میکنم به خدا اعتماد داشته باشیم، اعتماد داشته باشیم، مطمئن باشیم خدا کار میکنه. اوایل برنامه اعلام کردم در رابطه با اینکه کولر ما خراب شده و حتی سمی جان نبودن، گفتم سمی جان کولرش خونهشون خراب بود، دلم برای سمی جان سوخت و بعد گفتم سمی جان بیا بریم خونه ما، گفت نه من میرم آفیس. واقعا دلم سوخت، گفتم چرا میره آفیس؟ خب میاد خونه ما. اومدم خونه دیدم زهره جانم گفت کولر ما خراب شده سوخته. به هر حال هر چقدر خودم بهش بر رفتم از اون کارهایی که ما ایرانی موقع میکنیم دیدم فایده نداره. شماره تلفن رو امیر جان به من دادم، وقتی تماس گرفتم من قبلش باور کنید دعا کردم. درسته این چیز خیلی سختی نیستش، شما مجلات خونتون هست میتونید زنگ بزنید بیان کولرتون رو درست کنن، ولی وقتی ما چه این چیزای ساده رو میبینیم دست خدا تو زندگی ما هست، چقدر بیشتر مشکلات و سختی‌های بزرگمون رو خداوند دستش رو توی زندگیمون میاره تا ما رو رهایی بده. من اینها رو میگم که قوت قلبمون حتی در زمانی که در اندوختن ثروت و درآمد هستی اجازه بده خدا باشه. این شخص من در اومد گفتش که بعد رسول باور کنید من خیابون بغلی شما هستم، توپنگا هستم و قرار بود 5-6 دقیقه بعد این کار تموم بشه و من برم یه راه دور، دو روز دیگه هم خونه شما نیومدم و چون الان زنگ زدی واقعا نشون میده خدا چقدر شما رو دوست داره، با اینکه ایماندار مسیح نیست ایشون و اومد خدا بهش برکت بده با این مبلغ بسیار کم و مناسب، چیزی که من فکر نمی کردم ایشون اون کوله رو درست کرد. اگر خداوند در اندیشه چنین موضوعات ساده زندگی ما هست عزیزان بپذیریم، اجازه بدید به جای خیلی از تلاشاتون خدا تلاش کنه تو زندگیتون و خودتون رو محدود نکنید در برابر محبت خدا که میتونه کمک ما بکنه و ما رو دستگیری کنه. و باز در امثال 2:4-5 میخونیم نسبت به زندگی هدفمند که میباید هم علم رو در نظر داشته باشیم و هم ثروت رو. در اصل علم و ثروت برای همون گونه که برای بدن ما آب و اکسیژن هر دو لازم هست، علم و ثروت باید توی زندگی ما هر دوش به کار گرفته بشه. امثال 2:4-5 میگه همانطور که برای به دست آوردن پول و برای پیدا کردن گنج زحمت میکشی، برای تحصیل حکمت تلاش نما، اگر چنین کنی معنی ترس از خدا را میفهمی. واو، متوجه شد چی شد؟ یعنی زمانی که شما به دنبال ثروت هستید نه تنها دنبال چیز بدی نیستید، اما اگر قدم هم قدم با یک حکمت و علم درست باشه، شخصی هست که درک درست نسبت به خلقت خدا داری. پس ما نمیتونیم بگیم آدم های ثروتمند آدم های که اهل علم هستن آدم هایی هستن که از خدا دور هستن. خیر، اگر هدفمند باشن کار خدا رو درک کردن و درک میکنن اون هدف رو و اعلام میکنه و در شناخت خدا موفق میشوید زمانی که هر دوی اونها این دو بازو میتونه توی زندگی شما کار کنه. و آنچرا که کلام خداوند باز نسبت به ثروت ما رو من میکنه طمع هست، طمع به ثروت و پول هستش. مولوی میگه هر که را باشد طمع الکان شود، یعنی لال شود،
با طمع کی چشم و دل روشن شود. اشاره کردن برادر عزیزمون، احساس کردم امروزم چقدر چه خبری شنیده برادر ما از شرایط ایران که خیلی ناراحت بودن. اما این یک حقیقت تلخ هستش عزیزان. کشور ایران کشوری هست که پر از منابع و معادن، کشوری هستش که شما تک تکتون و من اونجا سهمی داریم عزیزان. تمام کشورهایی که توی موقعیت اقتصادی سالم هستن و دولتمندان با انصافی دارن نسبت به اون معادن و منابع حق دارن عزیزان. درست اینجا خانه خدا، کلیسای خداست، جایی نیستش که ما بخوایم مبحث‌های سیاسی رو بگیم، اما اینا امور زندگی ما هستش. خواهر من نروژ زندگی میکنه، میدونید که نروژ هم نفت داره. میگه ما هر کدوم سهمی داریم و این سهم رو به ما اعلام کردن و از نفتشون استفاده نمیکنن، اما میگه این ثروتی هست که برای ما اندوخته شده توی نروژ. من و بچه‌هام اونجا سهم داریم. از این رو بود که خمینی توی بهشت صحرا اومد گفت برق مجانی، آب مجانی، چون حقیقتاً کشور ایران کشوری هست ثروتمند، اما متاسفانه با قولها و وعده‌هاشون اینها به مردم نه تنها دروغ گفتن، بلکه آنچه را که حق طبیعی هر انسانی توی کشور میتونه باشه از اون گرفتن، مانند خرمشهر رو، آبادان رو. کشورهای جنگ زده ما زندگی‌های خوبی ندارن. و بعد میشنویم آقای خامنه‌ای، فکر میکنم این برای 2 سال پیش بود، که نزدیک 100 میلیارد دلار ایشون سرمایه داره. که چرا باید یه چنین موقعیتی پیش بیاد؟ چون این ثروت اندوزی ایشون در مسیر هدف الهی و هدف عاشقانه به خدا نبوده، در مسیر فقط طمع نسبت به این که بتونه قدرت و توانایی داشته باشه. و حتما شنیدید عزیزانی که اصطلاحا میگن آقازاده، من مخالف هستم، نگیم آقازاده. آقا، من میدونم آذریای عزیز به پدر میگن آقا، منم به پدرم میگم آقا. آقا جایگاه محترمی داره. اینها ظلم کردن. من فکر میکنم فقط باید به اینها بگیم ظالم زاده، که اینها پراکنده دنیا شدن، با پول مردم، با ثروت مردم نیز به کشور ما آسیب زدن. و حتما میدونید 5432 تا ظالم زاده تو همین سرزمین آمریکا هستش، که اینها همه اینها درآمدشون 148 میلیارد دلار تو بانک دارن، به غیر از تمام آنچرا که به عنوان اموالشون مثل خانه و ماشین هست. چرا؟ اینها همون ظلمی هستش که متاسفانه در مسیر ثروتمند شدن انجام دادن. شاعر میگه اگر دلی را به ناله آری، زبرق آهش امان نداری. بلا در افتد به هرچه داری، که چوب یزدان صدا ندارد. چو آه مظلوم کند کمانه، سرای ظالم شود نشانه. چو برق بگریز از این میانه، که تیر آهش خطا ندارد. آنچه را که اینها دارن انجام میدن و انجام دادن، مسلماً یه روزی چوبشو خواهن خورد. این گونه نیستش که ما میبینیم در خرمشهر، کشورهای جنگ زده ما، مردم آب خوردن ندارن. بعد اینها ظالمزاده هاشون توی دنیا پراکنده شدن و با ثروت آنچنانی دارن ظلم میکنن. پس کلام خدا این ثروت رو تایید نمیکنه، به هیچ وجه تحت تایید خداوند نیستش. برای نمونه در نامه یعقوب 5:4-6 این رو از کتاب هزاره نو براتون دارم میخونم، اعلام میکنه اینک مزد کارگرانی که در مزارع شما درو کردند و شما حیله‌گرانه از پرداخت آن سر باز زدید، کاری که خود این نظام کرده. چرا ما باید اینقدر اختلاف طبقاتی داشته باشیم؟ چرا باید اینقدر فقیر داشته باشیم؟ چرا تو کشوری مانند ایران باید کارتون نشین باشن؟ چرا باید تو قبرها بخوابن؟ به خاطر ظلمی که شده، به خاطر که حقوقی که لازمه زندگی اون شخص بوده به اون داده نشده. و اعلام میکنه بر ضد شما فریاد برمی آورد. آری، فریاد دروگران به گوش خداوند لشکرها رسیده است. آمین که رسیده. ما هم
فریاد شدیم با ملت ایران. شما بر زمین در تجمل و هوسرانی زندگی کردید، این کار رو کردن. برید ببینید چه ماشین هایی دارن، خیلی جالب هستش. وقتی مردم معترض میشن اینها کلیپ های کوچیک درست میکنن، حتما همتون روی اینستاگرام و روی تلگرام روی فیسبوک دیدید که اینها نشون میدن که خونه های آنچنانی بیرون از ایران و در ایران ماشین های آنچنانی دارن و میگن مال ماست، میخواد چیکار کنید. یعنی دارن در اصل به نوعی مردمی که معترض هستن رو اونا توی مبارزه میکنن بیارن و اعلام میکنه و دلهای خود را برای روز کشتار پروار ساخته اید. کلام خدا داره به ظالمین میگه مرد پارسا را که با شما مخالفتی نمیورزید. الان تمام کسایی که دارن مبارزه میکنن توی ایران، هیچ کدوم اینها اصلا اگه بهشون بگید بعد از این حکومت چه حکومتی میخواید، میگن نمیدونیم. و واقعا نمیدونن. مگه چقدر از ایرانی الان سیاسی هستن؟ اصلا اینقدر مشغول بودن که سیاسی نتونستن بشن، درباره سیاست فکر کنن. اینا حقیقتا همون آب خوردن رو میخوان که ما اینجا به راحتی میتونیم اون آب رو داشته باشیم. ما میریم اینجا آب میخریم، لذا آب ما هزار برابر بهتر از آبی هست که تو لوله کشی شهرهای جنگ زده هست، ولی ما به راحتی میریم اینجا آب میخریم میخوریم. ولی اونها به خاطر آب، به خاطر شرایط زندگی ساده شون معترض هستن. یک بار دیگه میخونم، اعلام میکنم مرد پارسا را که با شما مخالفتی نمیورزد محکوم کردید و به قتل رسانیدید. و شنیدیم که چقدر ایرانی ها به خاطر اعتراضی که داشتن متاسفانه قتل عام شدن. ثروت و علم هر دو در مسیر عدالت میتونه برای همه مفید باشه، مشروط بر این که عزیزان اولین اقدام کننده خودمون باشیم نسبت به امور زندگی، و بعد اگر جایی میبینیم ظلمی هست، ما به عنوان ایمانداران مسیح میباید اعتراض بکنیم. ما نمیتونیم سکوت کنیم. سکوت ما در برابر ظلم و ستم ما رو ریاکار خواهد کرد. یعنی ما مسیحیایی هستیم که تصور میکنیم که ملکوت خدا برای ما باز شده، خوشی و شادی اینجا هست تا بریم. پس صلیب کو؟ با صلیب چه کار کنیم؟ صلیب ما همین هست که کنار مردم اون بیستیم، حداقل دعا کنیم برای سرنگونی نظام، اقدامی نیز داشته باشیم تا اون موقع کنار خود عیسی مسیح باشیم. چارلی چاپلین نیز اعلام میکنه یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه با خبر شد، میلیون ها جسد افتاد ولی بشر معنی انسانیت رو درک نکرد. نبود ما این گونه باشیم و در این مسیر نیز آنچه را که از طرف خدا کسب کردیم به عنوان عدالت و انصاف در ما نباشه و ما بی توجه بشیم به مردمانی که چه بسا ما میتونستیم جز اونها الان باشیم و تو درد و رنج باشیم. آیا همه بروشور دارید یا نه؟ عزیزانی که بروشور ندن لطفا دستاشون بره بالا، سپاسگزار میشم که به عزیزان بروشور برسونید. بریم با هم دیگه آیه ثابت و یا حفظی این دروس رو داشته باشیم. اول تیموتائوس 6:10 زیرا که طمع ریشه همه بدی ها است که بعضی چون در پی آن می کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. آمین آمین. میتونیم اینو الان همهتون میبینید اون آیاتو، لطفا لامپا رو روشن کنیم چون میخوایم اینا رو حفظش کنیم، مبادا در این طمع زندگی کنیم. همه میتونیم با هم اینو بخونیم. زوره جان شما بخونید که همه با هم بخونیم. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پی آن می کوشیدن از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. پس ما این کارو نکنیم، مواظب زندگی هامون باشیم که آلوده‌ای به طمع نشه. خیام این زلام میکنه گر با خردی تو هرس را بنده مشو، در پای طمع خار و سرفکنده مشو، چون آتش تیز باشو چون آب روان، چون خاک بهر باد پراکنده نشو. چون که طمع متاسفانه دلیلی خواهد شد که ما از مسیر اصلی گم بشیم و
تمام تمرکزمون رو از دست بدیم. و اگر تمرکز من به سمت هدف خدا باشه، اهداف برای من نسبت به ثروت و نسبت به علم وقتی که با هدف و اراده خدا گره میخوره، به من بازدهی خوبی رو خواهد داد و جای نادرست نخواهم. بریم به هم دیگه انجیل مرقس 10:17-31 رو داشته باشیم. چون به راه می رفت، شخصی دوان دوان آمده پیش او زانو زده سوال نمود که ای استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم؟ خیلی ممنون، من شما رو صحبتتون قطع می کنم. شخص جوانی دوان دوان میگه ثروتمند، جوانم هست. این شخص جوان از همون جوانایی هست که برای ثروتمند شدن خیلی عجله داشته و موفق هم شده بوده، یکی از رؤسام بوده. بلافاصله به مسیح میاد میدوه، حالا خب به خوبی تونسته توی یک فاصله کم ثروتمند بشه، حالا میدوه میگه حالا من چجوری میخوام وارد ملکوت تو بشم؟ چون تصورش بر این بوده همه چیز با اعماله، همه چیز با رفتار هستش. در مزمور 127 ما میخوانیم خانه ای رو که خدا بنا نکنه بنایان بیهوده زحمت میکشن، شهری که خدا پاسبانی نکنه پاسبانان بیخودی زحمت میکشن. میگه فرزندان خدا خوابن، خدا به اونها برکت میده. من یکی از اون فرزندان هستم، من یکی از اون فرزندان هستم. خدا مطابق فیضش منو صدا کرده از ایران که شرط خوبی داشتم، منو آورده تو این سرزمین و حافظ من هستش. من تا به امروز تجربه نکردم که یک روز گرسنه باشم، تا به امروز تجربه نکردم خدا منو تنها گذاشته باشه. به طور خاص از زمانی که مسیح ایمان آوردم، نمیخوام بگم اشکال داره، پیش میاد که یه روز گرسنه میشه خوراکی نداره، منظورم این نیست. هدفم این هست که وقتی کاملا خودتو به خدایی که میشناسی میسپاری، احتیاج نیست عمل تو باشه، حتما باید فعال باشیم، اما دیگه نیاز به عمل ما نیست. بله ایسو به دو چرا مرا نیکو و حالا که چرا؟ باز این شخص شخصی بوده که به خاطر درآمد خوبش حتما اعمال نیکم انجام میداده، حتما کاره. افرادی که معمولا ثروتمند هستن افرادی هستن که حقیقتا کمک به خیلی هم شاید بکنن، و یا قلبشون هست و یا به هر حال شرایط روز هست که محبوب ترشون بکنه، به مردم کمک میکنن. اون در اصل داره این نیکویی اعمال خودش رو نسبت میده به نیکویی حالا عیسی مسیح، یعنی کاملا درک نکرده بود داره چی میگه، یه چیزی گفته بود دیگه، یه چابلوسی کرده بود ولی درک درستی نداشت نسبت به اون که داره میگه، چون فکر میکرد اعمال اون میتونه اونو نجات بده، ولی در اشتباه بود. چه چیزی ما رو نجات میده در ملکوت خدا؟ یه نفر بگه ایمان مسیح، اما قبلش چیه؟ قبلش چیه؟ قبلش چیه؟ فیض خداست. فیض خدا ما رو نجات میده، به اعمال ما نیست، به رفتار ما نیست، به ایمان ما هست، اما این لطف خداست، این فیض خداست. این شخص دوان دوان داشت میخواست بره، به خاطر این گفت من رفتار خوبی کردم، عیسی مسیح تو هم کارهای خوبی کردی، منم خیلی کارهای خوبی کردم، من اومدم الان برم. مثل خیلی از عزیزان هستن وارد کلیسا میشن میگن ما نمیدونیم چه آدم خوبی بودیم، این کارو کردیم اون کارو کردیم اون کارو کردیم. به اینها نیست، خوب بودی خدا رو شکر وارد کلیسا شدی، فقط تحت فیضی. یه شخصی وقتی میمیره میره، داستان هست البته حقیقت نیست، میگن وقتی میره نزدیک دروازه بهشت میشه میگن 100 تا امتیاز لازم داریم. میگه خب من همه اعمالمو میگم. میگن بگو. میگه یتیم خونه درست کردم، طرف این مینوشته خانوادم رو دوست داشتم، محبتشون کردم، هی مینوشته مینوشته، بعد این کارو کردم اون کارو کردم. میگه خب بازم کم داری. میگه چقدر؟ میگه 98%. بازم 98 امتیاز کم داری. میگه یعنی این همه شد 2 امتیاز؟ میگه آره. یه خود فکر میکنه میگه من فکر کنم فقط به لطف خدا نیازمندم. میگه حالا میتونی وارد بشی. فیض خدا رو باید درک کنیم، تا فیض خدا رو درک نکنیم هنوز مغرور هستیم. این جوان مغرور بود هنوز، گذشته از مسئله که حالا بهش میرسیم. بله چرا مرا نیکو گفتی و حالان که کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟ احکام را میدانی، زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، دغابازی مکن، پدر و مادر خود را حرمت دار. او در جواب وی گفت خیلی ممنون استاد.
عیسی مسیح از 10 فرمانی صحبت کرد که در خروج 20 هست. تمام چیزایی که گفت رو اون انجام داده بود. چی میگه بعدش؟ او در جواب وی گفت ای استاد، این همه را از طفولیت نگاه داشتم. همه اینو انجام داده بود، اما من فقط به 2 تا نکتهش میخوام اشاره کنم که انجام نداده بود. 1، طمع به ثروت، یعنی خدای من پوله. کلام خداوند اعلام میکنه که غیر از یهوه خدای دیگه ای نداشته باش، ولی این جوان داشت. نکته دوم، کلام خداوند در همون قسمت 10 فرمان میگه طمع نکن به همسایت، به اموالش چشم طمع نداشته باش، ولی این شخص جوان در طمع بود. بله. عیسی به وی نگریسته او را محبت نمود و گفت تو را یک چیز ناقص است، برو و آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی یافت، و بیا صلیب را برداشته مرا پیروی کن. این پادزهر طمع، همون پادزهری که در کلام خداوند نسبت به هدایا و 10:1 در کلیسا اومده، سوء تفاهم نشه که اگر کسی، این مثال خود ایرانی هست، میگن کسی که از پول میگذره از چی میگذره؟ از جونش هم میگذره. درسته کلام خداوند میگه به خوشی دل، ولی اینجا یک دروازه هست که ببینه واقعا شخصی که وارد کلیسا میشه، ایمانداری که هست، آیا واقعا انقدر به خدا اعتماد داره که اجازه نده این ترس بیپولی اونو اذیت بکنه؟ خدا به پول ما احتیاج نداره، ولی روی دنیا کلیسای مسیح به پول احتیاج داره، رویاهای ما به پول احتیاج داره که ما بتونیم، ما نمیتونیم بگیم که خب خیلی ها هستن شاید بخوان کمک ما بکنن در این رویا، الان ما اجازه نداریم از خیلی ها کمک بگیریم، چون مبادا خدمتمون رو عذر میخوام کثیف کنیم، آلوده کنیم. پس ایستادیم توی سختی ها، نه ما، کلیسای ما، خیلی از کلیساها هستن که ایستادن خدمتشون آلوده نشه و کثیف نشه. ولی خداوند به ایمانداران میگه، میگه 10:1 به هدایای خودت رو با خوشی دل به خانه خدا بیارید تا در مسیر اراده خدا ازش استفاده بشه. و این یه محکه که من هنوز چقدر به این بوت ثروت دارم نگاه میکنم. برای همین اجازه بدید از انجیل متی 6:24 بخونیم. عیسی مسیح میگه هیچ کس دو آقا را خدمت نمیتواند کرد. یکی از آقاها خود مسیحه، یکی از آقاها یه بوته، اسمشو میخونیم اینجا. میگه زیرا یا از یکی نفرت دارد و یا دیگری محبت، و یا به یکی میچسبد و دیگر را حقیر میشمارد، محال است که خدا و ممون را خدمت کنید. ممونا را خدمت کنید، ممونا همون در اصل به زبان آرامی یعنی ثروت، ولی اصطلاحا به عنوان خدای پول نیز ازش استفاده میشه. و برای همه ما این سنگ محک ماست. اگر کلام خداوند ما رو تشویق میکنه به دادن هدایا و 10:1، برای این هست که بتونیم ما جدا بشیم، نگاهی به خدای پول نداشته باشیم، نترسیم، ایمان داشته باشیم که خداوند ما رو برکت خواهد داد. بله. لکن او از این سخن ترش رو و محزون گشته روانه گردید، زیرا اموال بسیار داشت. آنگاه عیسی گرداگرد خود نگریسته به شاگردان خود گفت چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خدا شوند. چون شاگردانش از سخنان او در حیرت افتادند، عیسی باز توجه نموده به دیشان گفت ای فرزندان، چه دشوار است دخول آنانی که به مال و اموال توکل دارند. چرا نمیخواست اون شخص ثروتمند ثروتشو به فقرا بده؟ عیسی مسیح برای ما چقدر ارزش داره؟ آیا ما عیسی مسیح رو میفروشیم؟ نمیفروشیم، دوستش داریم. و ثروت برای اون جوان انقدر ارزش بودش، خدای او شده بود، نمیتونست اعتماد کنه. اون پولی که جمع کرده بود بر حسب طمع جمع کرده بود عزیزان، و خداوند اون شخصه اگر دنبالش میاد باز خدا به او ثروت میداد، اما ثروتی که از این به بعد به او میداد ثروتی نبود که
از در مسیر طمع و ترس باشه. ثروتی بود ماندنی. فکر نکنیم که فقط صحبت از ثروت آسمانی میکنیم. خدا دوست داره ما اینجا ثروتمند بشیم، ولی ثروتی که در مسیر طمع نباشه، در مسیر خودخواهی ها نباشه، چرا که ما رو مجبور میکنه توی اون بیزینس دروغ بگیم، ریا کنیم و آسیب به دیگران نیز بزنیم. قبلا هم یک گواهی رو گفتم، بازم الان به دلم هست که بگم. اون اوایلی که ما وارد آمریکا شده بودیم، مثل خیلی عزیزانی که تازه میان واقعا نه درآمدی داشتیم، یک بار توی کلیسا اعلام کردن که یه خانواده در ترکیه احتیاج داره به کمک مالی و ما یه پولی رو گفتیم جمع میکنیم همه. خود منم جز خادمین بودم. روح القدس با قلبم صحبت کرد که تو $100 بده، ولی باور کنید ما هیچ پول کش نداشتیم، هیچ پول کش. اینجا یه فود سم ما میگرفتیم اوایل و من همون موقع تو قلبم گفتم خدای من که اصلا پول ندارم. روح القدس با قلبم صحبت کرد فقط یه کاغذ بنویسم $100 و منم نوشتم توی کاغذ $100. خوب اعتماد کنیم به خدا و اونو تا کردم انداختم توی صندوق هدایا. وقتی که کشیش اون کلیسا اینو دید و میدونست وضعیت مالی من خوب نیست، گفت رسول جان تو نمیخواد بدی. گفتم نه، قول دادم. گفت ببین من به جای تو میدم. یعنی انقدر دلش سوخت برای من، گفتم نه نه، این کاری که من باید انجام بدم. با همون کشیش ما یک هفته بعد رفتیم توی کلیساها، من گواهی میدادم، ایشون موعظه میکرد. توی یکی از این کلیساها وقتی که من تموم شد گواهی اومدم، یه خانومی از اعضای اون کلیسا دوید یه دونه چک داد به من. منم گفتم نه نه، من برای چی باید پول بگیرم؟ گفت نه، خدا با قلبم صحبت کرد من اینو بدم به تو. گفتم نه، اینو بده به کشیش. وقتی اون کشیش اومد نگاه کرد، گفت نه رسول، این مال من نیست، این مال توه. خدا با قلبم صحبت کرد. هیچی، حالا برای منم سخت بود، حالا این پولو برای چی بگیرم؟ من بودم گواهی بدم، این چرا به من این هدیه رو داد؟ برای سوار ماشین که شدم، همه داشتم با کلنجه ها میرفتم به شبانم، هم میگفتم نه اینو من نمیخوام بگیرم. یک دفعه روح القدس گفت این مال تو نیست، این همون $100 که بهت گفتم بنویس. اون موقع بود من چکو باز کردم، دقیقا $100 بود. به خدا اعتماد کنیم، ایمان داشته باش. نه رسول نیازمند به پول شماست، نه این کلیسا. خدا نیازمند به این که دلهای شما مال اون بشه، که با تمام وجود رو دوست داشته باشید و بین شما و خدا هیچ چیزی قرار نگیره، که نگاهتون اون بر باشه. بله، سهل‌تر است که شتر به سوراخ سوزن درآید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود. ایشان به غایت متحیر گشته با یکدیگر میگفتند پس که میتواند نجات یابد؟ عیسی به ایشان نظر کرده گفت نزد انسان محال است، لکن نزد خدا نیست، زیرا که همه چیز نزد خدا ممکن است. آمین. که بر اساس اون فیضه که ما نجات پیدا میکنیم. بله، پتروس به دو گفتند گرفت که اینک ما همه چیز را ترک کرده تو را پیروی کرده ایم. عیسی جواب فرمود هر آینه به شما میگویم کسی نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا اولاد یا املاک را به جهت من و انجیل ترک کند، جز اینکه الحال در این زمان صد چندان یابد، از خانه ها و برادران و خواهران، مادران، فرزندان و املاک با زحمات، و در عالم آینده حیات جاودانی را. اما بسا اولین که آخرین می‌گردند و آخرین اولین. آمین آمین. پس ما میتونیم، دست رو میذارم خیلی خواب بلند شه، هوا گرمه. ما میتونیم با توکل به خدا به جای طمع به همه چیز، همه چیزمون رو تو دستای مسیح بسپاریم. یه مثال انگلیسی میگه طمع به همه چیز از دست دادن همه چیز هستش. ما در مسیر طمع هرگز نمیتونیم زندگی خوب و خوشی رو داشته باشیم. بریم با هم دیگه به نکته دوم لطفا. ریشه بدی ها چیست؟ همه بروشور داریم؟ ریشه بدی ها چیست و چگونه میتوان از آن رهایی یافت؟ میخوای نکته اولم بیاریم براتون مقدور هست؟ ریشه بدی ها چیست؟ این برای جلسه قبل بود. و چگونه میتوان از آن رهایی یافت؟ ریشه بدی طمع به لذت دنیاست که دلیل ناخوش که دلیل
ناخوشی می شود و برای رهایی از آن می بایست به اعتدال اندیشید و به استقامت در برابر وسوسه عمل نمود تا در سلامتی زندگی کرد. نکته دوم اینو لطفا پر کنید عزیزان، خودکار دارید؟ بازم میگم اینا رو جمع آوری کنید، شما معلمین میتونید بشید برای دیگران. نکته دوم، ریشه بدی طمع به ثروت دنیاست که دلیل ناآرامی میشود. چرا آرامش رو میگیره طمع از ما؟ و برای رهایی از آن میبایست به اعتدال اندیشید و به امید در برابر نگرانی عمل نمود تا در آرامش زندگی کنیم یا زندگی کرد. پس اگر در چهارچوب طمع بخوایم زندگی کنیم، اینو بدونیم اون آرامش رو نه در بیداری و نه در خواب خواهیم داشت. باز شاعر میگه شبها به هزار آرزو میخوابیم، فردا که بیاید همگی بیتابیم. انگار اون آرامش نه در شب داریم و نه در روز. عمریست که به آهنگ طمع میرقصیم، دنیاست نوازنده و ما مضرابیم. پس اگر میخوایم خالی از تمام آن ناآرامی ها بشیم، امور زندگیمون رو کاملا به دست او بسپاریم. و این رو میدونیم که در انجیل یوحنا 14:27 اعلام میکنه عیسی مسیح برای تمام امور زندگی، چه امور مالی و چه امورهای دیگه که باعث آزار تو هستش، اعلام میکنه سلامتی برای شما میگذارم، سلامتی خود را به شما میدهم، نه چنان که جهان میدهد من به شما میدهم، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. چرا که قوت خداوند میتونه در ما این آرامش رو بده تا با فیض او بتونیم زندگی سالم داشته باشیم. پس به علم و ثروت در مسیر اراده خدا بیاندیشیم، هر دوش در یک اعتدال درست برای زندگی سالم ما لازم است. بریم با هم آخرین آیه رو نیز داشته باشیم، اول تیموتائوس 6:6-9. لکن دینداری با قناعت سود عظیمی است، زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ نمیتوانیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک داریم به آنها قانع خواهیم بود، اما آنانی که میخواهند دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بیفه و مضر. مشروط برای اینکه توی مسیر طمع هستش، نه که شما میخواید ثروتمند بشید، کار فکر خوبیه، اما اگر در مسیر طمع داریم این کار رو انجام میدیم، آسیب خواهیم زد به خودمون و دیگران. بله، که مردم را به تباهی و هلاکت غرق میسازن. آمین. میتونیم برای این کلام خدا دست بزنیم. دو تا سوال توی بروشورای شما هست، تشویقتون میکنم پنجشنبه ها با ما باشید. چرا که ما امروز داریم از کلام خدا آنچه را که یاد میگیریم، روز پنجشنبه بعد از ظهر ما میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم، یعنی خود شما میتونید درباره‌اش صحبت کنید. چه بسا هر کدوم ما در یک قسمتی ضعیف هستیم، اما پنجشنبه شب که تشریف میارید اینجا، با هم وقتی اون موضوع رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که چگونه میتونیم به آنچه که درست هست عمل کنیم. روی تحقیقاتی که شده، آنچه را که امروز شما یاد گرفتید تا برید خونتون فقط 20% مونده. پس پنجشنبه بیاید دوباره بتونید مرور کنید، 100% در ذهن ما بمونه. سوالات هم لطفاً بخونید، ممنون میشم. سوال هفته، روش فکر کنید در طول هفته. خیلی از سوالات رو باید خودتون به خودتون جواب بدید، لزومی نداره به کسی یا به ما جواب بدید. آیا برای ثروتمند شدن تلاش میکنید؟ هدف شما از ثروتمند شدن چیست؟ تو این هفته لطفاً در این رابطه فکر کنید و اجازه بدید که روح القدس هدایت کننده شما باشه و از کلام خداوند نیز کمک بگیریم. لحظه سرای خودمون رو تمام کنیم. عزیزان، همون گونه که می‌بینید و کنار که می‌خوام دعا کنم برای زندگی امور مالی شما، برای اینکه بتونیم دانش ما رو نسبت به گذشته خدای من، مسیح من، شبانم هستی.
تو احتیاج منی که زنده هست. واسه وقتی که شادم بگم که شب گذارم، یا وقتی دل شکستم سرشونت بذارم، شبانو